کلمات درس شماره 30 از کتاب 4000 واژه. اولین کلمه above. Above یعنی بالای. Above. He straightened the sign that was above the crowd. Okay. میگه اون آقا اون تابلوی رو که بالای جمعیت بود و صافش کرد. ببین he یعنی اون آقا. Straightened یعنی صاف کرد. کلمه straighten یعنی صاف کردن. گذشتش میشه straightened. He straightened. اون آقا صاف کرد the sign that اون تابلوی رو که was بود above the crowd بالای اون جمعیت. بنابراین اون آقا تابلویی که بالای اون جمعیت بود و صاف کرد. بنابراین کلمه above. Above یعنی بالای. Above. کلمه بعدی ahead. Ahead. Ahead یعنی جلو. Ahead. میگه the blue car drove on ahead of us. میگه اون ماشین آبی جلوی ما روند. ببین the blue car یعنی اون ماشین آبی drove یعنی روند. On ahead of us یعنی جلوی ما. بنابراین این کلمه ahead. Ahead به معنی جلو هستش. Ahead جلو. کلمه بعدی amount. Amount یعنی مقدار. Amount. Can I use my card to pay for the entire amount؟ میتونم از کارتم استفاده کنم که پرداخت کنم برای کل مقدار، مزو کل مبلغه. ببین can I use؟ میتونم استفاده کنم از my card، کارتم، to pay for که پرداخت کنم برای the entire amount، کل مقدار، کل مبلغ. بنابراین کلمه amount. Amount یعنی مقدار. Amount. کلمه بعدی belief. Belief یعنی باور، اعتقاد. A preacher or priest should have a strong belief in God. یعنی یه مبلغ مذهبی یا کشیش باید باوری قوی به خدا داشته باشن. کلمه preacher یعنی موعظه‌گر یا مبلغ مذهبی. A preacher or priest یعنی یه مبلغ مذهبی یا یه دونه کشیش. priest یعنی کشیش. should have باید داشته باشن a strong belief in God یعنی باور قوی به خدا. strong یعنی قوی. belief یعنی باور، اعتقاد. a strong belief in God یعنی باور قوی به خدا. بنابراین کلمه belief. belief یعنی باور، اعتقاد. belief. کلمه بعدی center. center یعنی مرکز. center. The center of a dartboard is the most important spot. یعنی مرکز dartboard مهمترین نقطه اونه. ببین the center of یعنی مرکز. The center of a dartboard مرکز dartboard. خب dartboard رو تو تصویر میبینید دیگه. is هستش the most important spot مهمترین نقطش. کلمه important یعنی مهم. The most important یعنی مهمترین. The most important spot یعنی مهمترین نقطه. Is the most important spot یعنی مهمترین نقطه است. بنابراین the center of a dartboard is the most important spot یعنی مرکز dartboard مهمترین نقطه اونه. بنابراین کلمه center. center یعنی مرکز. center. کلمه بعدی common. common یعنی رایج، معمول، متداول. common. It is common for snow to fall in the winter. یعنی برای برف رایجه که توی زمستون بباره. منظورش اینه که توی زمستون برف باریدن رایجه. ببین it is common یعنی رایج است for snow برای برف to fall که بباره. کلمه fall یعنی افتادن. اینجا معنی باریدنه. to fall که بباره. in the winter توی زمستون. بنابراین it is common for snow to fall in the winter برای برف رایجه که توی زمستون بباره. یا همون که گفتم رایجه که توی زمستون برف بباره. بنابراین کلمه common. common یعنی رایج، معمول، متداول. common. کلمه بعدی cost. cost یعنی قیمت داشتن، هزینه داشتن. cost. these designer shoes cost more than the regular ones. یعنی این دیزاینر شوزا قیمتشون از اون معمولیا بیشتره. ببین دیزاینر شوز به کفشایی میگن که طراح شده معروفی باشه، کفشای برند. regular shoes هم که خب کفشای معمولیه دیگه. اینجا گفته regular ones یعنی اون معمولیا. بنابراین these designer shoes یعنی این دیزاینر شوزا cost یعنی
هزینه داره more than بیشتر از the regular ones اون معمولی ها. منظورش اینه که این کفش های دیزاینر شوی قیمتش از اون معمولی ها بیشتره. بنابراین کلمه cost به معنای قیمت داشتن یا هزینه داشتن هستش. cost. کلمه بعدی demonstrate یعنی شرح دادن، تشریح کردن. demonstrate. She demonstrated her plan to her coworkers. یعنی اون خانوم برنامه‌اشو به همکاراش شرح داد یا تشریح کرد. ببین شی یعنی اون خانوم. demonstrated یعنی شرح داد یا تشریح کرد her plan برنامه‌اشو یا پلنشو to her coworkers یعنی به همکارهاش. کلمه coworker یعنی همکار دیگه. بنابراین کلمه demonstrate یعنی شرح دادن یا تشریح کردن. demonstrate. کلمه بعدی different یعنی متفاوت، مختلف. difference. Each of my sisters has a different hairstyle from one another. یعنی هر کدوم از خواهرای من نسبت به اون یکی مدل موی متفاوتی دارن. ببین each of my sisters یعنی هر کدوم از خواهرای من has دارن a different hairstyle یعنی مدل موی مختلفی، مدل موی متفاوتی from one another یعنی نسبت به اون یکی. From one another یعنی نسبت به اون یکی. Each of my sisters یعنی هر کدوم از خواهرام. بنابراین کلمه different به معنای متفاوت یا مختلف هستش. different. کلمه بعدی evidence یعنی مدرک، شاهد. evidence. He used the pictures as evidence that UFOs are real. میگه اون از عکس ها استفاده کرد به عنوان مدرکی که بشقاب پرنده واقعی هستن. ببین he used یعنی اون آقا استفاده کرد از the pictures یعنی از اون عکس ها as evidence that به عنوان مدرکی که از یعنی به عنوان دیگه evidence یعنی مدرک that یعنی که as evidence that به عنوان مدرکی که UFOs یعنی بشقاب پرنده ها are real یعنی واقعی هستن. بنابراین کلمه evidence یعنی مدرک یا شاهد. evidence. کلمه بعدی honesty یعنی صداقت، راستگویی، درستکاری. honesty. A courtroom should be a place of honesty یعنی یه دادگاه باید مکان صداقت باشه، مکان درستی باشه. اوکی مکان راستگویی باشه. ببین a courtroom یه دادگاه should be باید باشه a place of honesty یه مکان صداقت، یه مکان درستی، یه مکان راستگویی. بنابراین کلمه honesty یعنی صداقت، راستگویی، درستی. honesty. کلمه بعدی idiom یعنی اصطلاح. idiom. The idiom when pigs fly means that something will never happen یعنی اصطلاح وقتی خوک ها پرواز میکنن یا همون وقتی گل نه به این معنی که یه چیزی هرگز رخ نخواهد داد. ببین the idiom یعنی اصطلاح when pigs fly وقتی خوک ها پرواز میکنن یا وقتی گل نه means that یعنی این که something چیزی will never happen هرگز رخ نخواهد داد. بنابراین کلمه idiom یعنی اصطلاح. idiom. کلمه بعدی independent یعنی مستقل. independent. She chose to live an independent life in the country یعنی اون خانم تصمیم گرفت که یه زندگی مستقل تو روستا داشته باشه. ببین she chose کلمه chose گذاشته choose هست به معنی انتخاب کردن. she chose to اون خانم انتخاب کرد که live زندگی کنه an independent life یه زندگی مستقل. ببین بخوایم کلمه معنی کنیم یعنی زندگی کنه زندگی مستقله. منظورش اینه که یه زندگی مستقل داشته باشه in the country تو روستا. کلمه country هم مخفف country side هست یعنی روستا. بنابراین یه بار دیگه she chose to live an independent life in the country یعنی اون خانم تصمیم گرفت که یه زندگی مستقل توی روستا داشته باشه. بنابراین کلمه independent یعنی مستقل. independent. کلمه بعدی inside یعنی درونه، داخله. the inside of the box was empty یعنی داخل جعبه خالی بود. ببین the inside of یعنی داخله. the inside of the box داخل جعبه، داخل box was empty خالی بود. کلمه empty یعنی خالی دیگه. بنابراین کلمه inside
inside یعنی داخل، درونه، inside. کلمه بعدی master. Master یعنی استاد. Master, my brother is the master of taekwondo. یعنی برادر من استاد تکواندوه. My brother یعنی برادرم is هستش a master of taekwondo. یه استاد تکواندو. بنابراین کلمه master. Master به معنی استاد هستش. Master. کلمه بعدی memory. Memory یعنی خاطره، حافظه. Memory. The memory of my first time in the city will always be the best. یعنی خاطره اولین بارم توی شهر همیشه بهترین خواهد بود. ببین the memory of یعنی خاطره my first time اولین بارم in the city یعنی توی شهر will always be همیشه خواهد بود. will be یعنی خواهد بود دیگه. will always be یعنی همیشه خواهد بود the best، بهترین. ولی بنابراین خاطره تو شهر بود اولین بارم توی شهر همیشه بهترین خواهد بود. یه بار دیگه the memory of my first time in the city will always be the best. یعنی خاطره اولین بارم که تو شهر بودم همیشه بهترین خواهد بود. بنابراین کلمه memory. memory یعنی خاطره. memory. کلمه بعدی proper. proper یعنی مناسب، درست. proper. It is not proper to throw your garbage on the road. میگه درست نیست که آشغالتو توی جاده بندازی. ببین it is not proper to. درست نیستش که throw بندازی، پرت کنی your garbage آشغالتو on the road توی جاده. بنابراین کلمه proper. proper یعنی درست یا مناسب. proper. کلمه بعدی scan. scan. scan یعنی بررسی کردن یا درست نگاه کردن. ببین خودش چی گفته؟ میگه to scan something is to look at it very carefully. یعنی اسکن کردن چیزی به این معنی که با دقت بهش نگاه کنی. ببین to scan something یعنی اسکن کردن چیزی is to یعنی این که یا این است که look at it یعنی بهش نگاه کنی very carefully خیلی با دقت. بنابراین با دقت به چیزی نگاه کردن یا بررسی کردن چیزی رو میگن اسکن کردن. you must scan each person closely یعنی تو باید هر شخص رو به دقت بررسی کنی. ببین you must scan تو باید بررسی کنی each person هر شخص رو، هر فرد رو closely به دقت. کلمه closely یعنی به دقت. بنابراین کلمه scan. scan یعنی بررسی کردن یا با دقت نگاه کردن. scan. کلمه بعدی section. section یعنی بخش. section. the green section of the graph is the most important part. یعنی بخش سبز نمودار هندسی مهمترین قسمتشه. ببین graph یعنی نمودار هندسی دیگه، همینی که تو تصویر میبینید. the green section of یعنی بخش سبز the graph نمودار هندسی یا همون graph is the most important part مهمترین پارتشه، مهمترین قسمتشه. بنابراین کلمه section. section یعنی بخش. section. کلمه آخرم surface. surface یعنی سطح. surface. the surface of the moon is very rough یعنی سطح ما خیلی ناهمواره. ببین the surface یعنی سطح. the surface of یعنی سطح. the surface of the moon یعنی سطح ما is هستش very rough خیلی راف، خیلی ناهموار. کلمه راف یعنی ناهموار. بنابراین کلمه surface. surface یعنی سطح. surface. اوکی بچه ها، این پایان کلمات دست شماره 3 از کتاب 4000 واژه بود. بچه ها امیدوارم که دوستش داشته باشید. بچه ها اگه دوستش داشتید و چیز جدید یاد گرفتید حتما ما لایک کنید و برای من کامنت بذارید. من به همه کامنت ها پاسخ میدم. اگه تازه با کانال ما آشنا شدید این بالا عکس من میاد، روش کلیک کنید، یه گزینه سابسکرایب مشترک شدن داره که قرمز نمیشه، روش کلیک کنید عضو کانال ما میشید. یه زنگوله هم توی کانال ما هست که اگه اون زنگوله بزنید کمک میکنه بلافاصله بعد اینکه ما ویدیو منتشر کردیم ویدیو برای شما فرستاده بشه، بتونید ویدیو رو تماشا کنید. بازم مرسی که تا این لحظه با ما بودید. ممنون از شما. روزتون بخیر. خدا نگهدار.